خدای متعال را با همه وجود از اعماق دل و جان سپاسگزارم که این نقطه غم انگیز همیشگی را در خاطر ما، در ذهن ما و ملت ایران به حمدالله وجود و شما عزیزان میهن و آزادگان عزیز که حقیقتاً سربازان فداکار انقلاب اسلام بودید در دشوارترین شرایط، شما رو به آغوش میهن و آغوش خانواده برگرد. سرتیب خلبان حسین لشکری هستم که در اوائل جنگ سال 59 در یکی از مأموریت‌هایم هواپیمایم دچار سانحه شد و پدافند هوایی منو هواپیمام را زدم که مجبور شدم در خاک عراق فرو بیام. پس از اسارت بلافاصله اون ضربه که به اومده بود در حالت نیمه بوشی بودم که به هوش اومدم، دیدم سربازای عراقی محاصره کرده و گرفتند و چشم و دستان بستند و بردن پشت جبل و در اونجا دیگه 10 دقیقه بعد از اسارت هم بود که به هوش شدم در اثر فشاری که از این پرش هواپیما به اومده بود. سرانجام در بیمارستان چشم باز کردم که شاید 24 ساعت یا 36 ساعت از این بیهوشی گذشته بود. به هر حال مراحل اولیه بازجویی تمام شد. سرانجام در زندان امنیتی بغداد شعبه مخابرات بغداد باشه، اونجا در سلول انفرادی زندانی شدم. پس از مدتی با چند تا از دوستان و همرزمان خلبان دیگرم اونجا با هم شدیم. پس از اون هم دوباره زمستون 59 همه ما رو مخفی کرد و صدام و برد به یک زندان سیاسی عمومی، یک بند انداخت اونجا. مدت اسارت رو خب تقریبا چیزی 18 سال بود. 10 سال آخر اون رو تنها بودم، 8 سالش رو با اون عده عزیزان با هم مخفی بودیم که خب برگشتن به ایران. الو از خانم سلام حالا چی کنم؟ الو میشنستی یا نه؟ الو. بله. حالت خوبه؟ الحمدلله. تو چی؟ الو. بله. صدای منو میشنوی؟ آره. حالت چطوره حاج خانم؟ بد نیستم، خوبم. شما خوبی؟ علی کجاست؟ علی هم خونه. اومده خونه؟ بله اومد، الان رسیده. آه. شما خوبی؟ الحمدلله. گریه میکنی ها؟ نه. باشه، صدا یه خورده بیار بهتر. نه. شما خوبی؟ من نمیدونم چی بگم. گفتم بهت یه روزی میشه به هر حال هم میرسیم دوباره میبینم یه رو ننوشتم ازم بگی؟ برات نوشتم که یه روز دوباره انشاءالله هم یه رو میبینیم و خدا خواست دوباره رسیدیم. دیروز بود رفتم، امروز اومدم. نمیخوای قبول کنی؟ چرا، ولی خیلی سخت بود. خدا بسنی بگیم.
الله اکبر خامنه ای رهبر. شما بدانید لحظه لحظه رنج‌های طولانی شما پیش خدای متعال ثبت و محفوظ. همون ثانیه‌های رنج، همون شب‌های طولانی، همون تنهایی‌ها، همون دوری‌ها، غربت‌ها، همه اون مصیبت‌هایی که در زندان دشمن برای انسان وجود داره، اون اهانت‌ها، اون تحقیرها، اون بیخبری‌ها، اون نگرانی‌ها و دلهره‌ها، اون یاد زن و فرزند و پدر و مادر و عزیزان، اون امیدهایی که انسان می‌بینه رفته رفته کنده و از افق دیدش کمرنگ میشن، خاموش میشن و خود این بزرگترین مصیبت‌هاست، همه این چیزهای غیر قابل تصویر عیناً در پیش پروردگار در محضر ذات مقدس الهی عین همین لحظات حضور پیدا می‌کنند. شما نشان دهنده این حقیقت هستید که رنج‌ها می‌گذرند و اجرها می‌مونند. از همه بیشتر این آقای لشکری که هر وقت ما به یاد ایشون می‌افتادیم حقیقتاً دل ما رو یک غمی می‌گرفت. زمان بلندیست، 18-19 سال زمان کمی نیست که ایشون در چنگ دشمن بودن و به حمدالله صبر کردن، استقامت کردن.